بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمالین قيل يسقط و ان و ولو قيل يجب التحمل مع المکنته کان كان حسنا بحث ما در شرط پنجم از شرایط وجوب حجت الاسلام است که عبارت است از امکان مسیر یا امکان رسیدن به حج در ارتباط با امکان مسیر یک از فرعه های مطرح فروع مربوط به بسته بودن راه یا تعدد راه هاست که در آخرین فرع درس قبلی یادآوری شد که اگر موقعیت شخص و شهرش به گونه است که دو تا راه دارد و یک از راه هایش مسدود هست و راه دوم باز هست باید از راه دوم خود را به حج برساند هرچند راه دوم طولانی تر باشد یک مقدار هزینه ها و زمان را بیشتر هزینه و خرج بکند در ارتباط با راه یک دیگر از فرح ها این هست که اگر شهر ما یک راه داشته باشد و این راه هم مسدود باشد باز کردن راه متوقف بر پرداخت پول باشد میسین که ارز کنم قطاع طریق هستند یا خود حکومت اجازه ورود نمیدهد مگر در مقابل بزل مبلغ معین در حساب حکومت در این صورت تکریف ما چی خواهد بود؟ آیا باید این هزینه رو تحمل بکنیم و در واقع جزء نفقات حج حساب بکنیم و به حج برویم یا نه این مورید در ارز کنم بسته بودن راه می گنجد یعنی فرض بکنیم که راه بسته هست وقت راه بسته باشد من مستطع نیستم وقتی مستطیع نباشم حج واجب نخواهد بود در پاسخ به این سؤال دو تا جواب هست که جواب مصنفین هست که اگر توانایی پرداخت مبلغ را داریم باید پرداخت بکنیم و در واقع ما مستطع هستیم لذا می فرماید ولو کان فی الطریق عدوون اگر در راه حج ما دشمنی باشد که لا یندفع الا بمالین دفع نمی شود اون دشمن اون بسته کننده راه مگر با پرداخت مال و مبلغ معین اینجا تکلیف خواهد بود؟ آیا باید بگویم که در این سال من مستطع نیستم چون راه بسته هست؟ یا باید این مبلغ را تحمل بکنم، پرداخت نمایم و خود را به حج برسانم؟ در پاسخ به این سوال نظر اولین هست که قیل یسقط الحج شیخ توسی و اتباعش معتقدند که حج وجوبش ساقط می شود و این قله هرچند این مبلغ مبلغ کمی باشد وظیفه نداریم که برای باز کردن راه مثلا به ظالم مبلغ پرداخت بکنیم به خاطر که تخلیه سر مفقود است گفتیم یکی از مصادیق امکان مسیر باز راه است حالا که راه بسته است من مستطع نیستم وقتی مستطع نباشم حج واجب نیست وقت حج واجب نباشد دیگر هیچ گونه تکلیفی نخواهم داشت منتها مصنف در پاسخ این سوال با مرحوم شیخ توسی مخالف هست محقق حله میفرماید ولو قیل یجب التحمل اگر در پاسخ به این سوال گفته شود که تحمل این هزینه واجب هست مع نه اگر طرف تمکن در پرداخت داشته باشد ولو قیل کان حسنا اگر ارز کنم پرداخت بکند و خود را به حج برساند این کار نیکو هست و شخص واجب الحج هست علتش این هست که در ذهن این بزرگان این بوده است که این پرداخت مثل بقیه پرداخت است که حج بر اونها متوقف هستند مثلا کسی می به سفر حج برود باید برای خود یک چمدان تهیه بکند باید ارز کنم لباس احرام تهیه بکند باید سایر لوازمی که در طول سفر لازم دارد برای خود در نظر بگیرد چطور در اون موارد شما انفاق پول و پرداخت پول را واجب می دانید و معتقد به وجوب هستید عین همون را اینجا هم باید بفرمایید بالاخره یک مصرفی متعارف است که باید پرداخت کرد تا راه بسته بشود تا راه باز بشود و طرف خود را به حج برساند ولو قیل یجب التحمل مع المکنت کان حسنا البته خب این سوال یا پاسخ این سوال کار خیلی آسانی نیست منتها مبلغی که به خاطر بسته بودن راه طلب می شود اگر از قبیل مالیات حکومت ها باشد امروزه مثل این که در مقابل پرداخت ویزا پول می خواهند یا احیانا نرز کنند برای استفاده از فرودگاه اینها مالیات می خواهند اینها چون یک نوع عرفیت دارن و واقعا جزء هزینه های حج به حساب می مثل تهیه ساک و چمدان هست این جاها رو باید بگویم حق با مصنف هست و انسان باید این مبالغ رو پرداخت بکند که سیره متشرعه امروزه بر همین استوار هست کسی نمیگوید به خاطر پرداخت پول ویزا یا فلان مالیات مشخص من واجب الحج نیستم چون راه بسته هست اما اگر شرایط یک شرایط استثنایی است ممکن است جنگ پیش آمده از راه بسته است نیازمند یک پرداخت و پرداخت به کسانی هستیم که کسان اصلا اهلیت ندارند دوز هستند، قطاع طریق هستند مثلا همچه پرداخت های معلوم نیست که لازم باشد ولی زا باید حکم بکنیم که شخص واقعا نرسکنم کنم خدمت با سعادت شما تخلیه سر ندارد و حج بر او واجب نیست بنابراین در میان قول شیخ توسیک و محققه حل رزوان الله علیه باید یک راه وسط را انتخاب بکنیم با توجه به عرف زمانه ما و شرایطی که در خارج حاکم هست در ادامه این فرع مطلب دیگر این هست که اگر کسی آمد گفت آقا شما که نمیخوای این را پرداخت بکنی و به حج بروی من به جای شما این پول پرداخت میکنم من به این ظالم این پول را میدهم تا راه را باز بکند اینجا چطور آیا من وظیفه دارم به حج بروم روشن است که باید به حج بروم چون هیچ مانع نیست لذا می فرماید ولو بذل له بازل اگر بعضل بکند برای اون ظالم اون مبلغ درخواست شده را یک شخص سوم کسی دیگر غیر از این حاجی مثلا اینجا وجب علیه الحج واجب است بر این مکلف حج رفتن لزوال المانه و خاطر از بین رفتن مانع. که از نظر فنی باید بگوییم این شخص مستطع هست تنها مانع اشتخلیه سر بود اون هم که محقق شد خودش هم پرداخت نکردن تا بگوییم بر او واجب نیست تا اشکال شیخ توسی پیش بیاد مثلا عرض کنم خدمت با سعادت شما در نتیجه وقت راه باز باشد باید به حج برود اما اگر طرف آمد نحوه پرداخت را تغییر داد گفت آقای حاجی این پول را من به شما میدهم شما از من قبول بکن و به ظالم بدهید و عبارت دیگر مثلا من این پول را به شما ای حاجی میبخشم شما بعد خودت به ظالم بدهید تا راه را برای شما باز بکند اینجا چطور؟ آیا قبول کردنش بر حاجی واجب هست یا نه؟ میفرماید نعم لو قال لهو اگر این بزل کننده سوم برای این شخصی که آزیمهش هست بگوید اقبل شما این مبلغ را از من بگیر ودفع انت و شما به اون ظالمی که راه را بسته است مبلغ را بدهید نعم لو قال له لم یجیب اینجا پذیرفتنش واجب نیست علت نب واجب نبودن پذیرش علتش این هست که این پذیرش ارز کنم شرط تحصیل واجب هست در واقع اینجا واجب ما متوقف بر استطاعت هست استطاعت یکی از اجزایش تخلیه سرب هست چون راه بسته هست پس با, با شدن راه متوقف بر قبول این مبلغ هست با توجه به اینکه تحصیل شرط واجب مشروط لازم نیست ها گفتیم حج واجب مشروط هست لذا بر من همین قبول کردن واجب نیست من تکلیف شرعی و الزامی ندارم که پول را از بازل کننده بپذیرم بعد این را به ظالم بدهم تا راه را برای من باز بکند نعم لو قال له اقبل و ادفع انت لم يجب اما در فرض قبلی اگر خودش رفت به ظالم داد گفت رای حجاج را باز کن من این مبلغ را میپردازم با توجه به تحقق تخلیه سرب خود به خود حج واجب می شود من مستطعم و باید به حج هم بروم خب این تمام بحث راجع به شهرهایی که دو تا راه داشته باشند یا افرادی که مواجه با بسته بودن راه باشند مطلب دیگر در ارتباط با راه حج این است که گاهی ممکن است یک شهر یا یک کشور هم راه دریایی داشته باشد و هم راه خشکی داشته باشد امروزه که راه هوایی هم اضافه شده است که سومین نوع راه است در ارتباط با این مسئله می و طریق البحر که طریق البر راه دریایی مثل راه خشکی هست همچنان که راه هوایی هم در حکم این دوتا راه هست هیچ گونه موضوعیت خشکی و دریا ندارد به عبارت دیگر همانطور که گفتیم در راه خشکی باید تخلیه سرب محقق باشد راه امن و امان باشد در راه دریایی همین باور را داریم به برای هوایی هم معتقدیم که باید راه امن و امان باشد و باز باشد اگر به تناسب شهر راه دریایی یا راه خشکی یا راه هوایی بسته باشد معنایش این است که شخص مستطع نیست و حج بر او واجب نخواهد بود الزام فرماید و طریق البحر راه دریا مثل راه خشکی هست خب از چه راه بفهمیم که ارز کنم این راه قابل استفاده هست و عبارت دیگر ملاک در تخلیه سرب چی هست آیا باید یقین داشته باشیم که راه امن و امان هست آیا باید گمان داشته باشیم که راه امن و امان هست اگر در حالت شک و تردید بودیم تکلیف ما چی هست گاهی واقعا در شک و تردیدیم که آیا این راهی که من در این فصل سال و این بوزه انتخاب میکنم در امن و امان هست یا نه بالاخره اینها تاثیرگذار هست اگر راه امنیت نداشته باشد اگر تخلیه سرب محقق نباشد من مستطع نخواهم بود در پاسخ به این سوال مرحوم مصنف رضوان الله علیه ملاک را غلبه زن سلامت می داند. هر راه چه راه دریایی چه راه زمینی و چه راه هوایی اگر من گمان دارم که این راه الله امنیت هست و در واقع گمان برای من محقق شده است همین مقدار کافی هست بنابراین اگر یقین دارم که راه امن و امان هست یا اطمینان دارم اون که هیچ حتما باید حج بروم اگر گمان هم داشته باشم که راه امن و امان هست باید به سمت حج حرکت بکنم من واجب الحجم بر اساس این فتوا اگر من عرض کنم خدمت با سعادت شما حالت برای مشتبه هست واقعا نمیدانم در حالت تردیدم که آیا راه امنیت دارد یا نه حج بر من واجب نخواهد بود این یک نظر هست که نظر مرحوم مصنف هست در مقابل این نظر بزرگان دیگر فرمودن نخیر حتی اگر شک هم من دارم که آیا راه امن و امان هست یا نه وجوب حج ساقط نمی شود من باید به حج خود بروم بنابراین ملاک را در طرف مقابل بردن گفتن اگر من زن به حلاکت دارم گاه یقین دارم که در راه حلاک می شوم گاه اطمینان دارم قطعا حج ساقد هست نباید بروم اگر گمان دارم که در این راه حلاکت من هست امنیت نیست مثلا بازم نباید به حج بروم ولی اگر حالت مشتبه هست چون حالت مشتبه هست باید به حج بروم این نظر دومه در حالی که نظر اول فرمود نخیر شما باید گمان به سلامت طریق داشته باشید گمان و زن داشته باشید که راه امن امان هست و الا اگر حالت مشتبه هست بازم نباید به سراغ حج بروید البته مسئله امنیت راه ها امروز هم بسیار مهم هست ولی در گذشته ها فوق العاده مهم بودن یک از مهمترین اجزای استطاعت در حج همین تأمین امنیت راهها ها بودن با توجه به فقدان حکومت مرکزی و با توجه به فقدان ارز کنم وسایل ارتباطات جمعی و پلیس ملی و امثال اینها امروز به حمد الله این مسئله تا حدود زیاد حل شده است و مسئله امنیت راه ها برای بسیار از ممالک اسلامی و غیر اسلامی موضوعیت خاصی ندارند می فرماید و طریق البحره راه دریا مثل راه خشکی است فا این غلب زن و سلامت اگر غالب شد گمان داشتن سلامت راه بر حاجی حاجی مستطیع هست تخلیه سرب محقق هست و باید به حج برود این نظر مصنف هست و الا اگر زن به سلامت ندارد سقط وجوب حج ساقط می شود به خاطر که تخلیه سرب ندارد و در نتیجه شخص مستطیع نیست بر اساس این فتوا همچنانی که ارز کردم سمرم در همین هست اگر من در حالت شک و تردیدم نسبت به امنیت راه نباید حج بروم و مستطیع نیستم در حالی که در مقابل کسانی مثل مرهم شهید ثانی صاحب مدارک و امثال ها معتقدن که در فرض تردید نسبت به امنیت راه حج واجب هست و من مستطعم به که ملاک زن عدم سلامت هست زن هلاک هست در حالی که من در حالت تردید هستم اگر من گمان پیدا کردم که در این راه حلاکت من هست نباید حج بروم و الا اگر گمان ندارم در حال تردیدم اطمینان به سلامتی طریق دارم یقین به سلامتی طریق دارم در تمام این حالات سلاس باید به حج بروم و استطاعت من محقق هست بحث های مفصل استدلالی این دو نظریه باید در جای خودش تعقیب بشود در کتاب های مفصل تر اجمالا مسئله مسئله خارداری است و این آسانی نمیتوان در این خصوص اظهار نظر کرد و قطعا ارز کنم خدمت با سعادت شما مسئله نیازمندی تعمل بیشتر هست بعد می فرماید ولو امکن الوصول بالبره البحره، اگر امکان داشته باشد رسیدن به شهر مکه و حج هم از طریق خشکی و هم از طریق دریایی هر دو راه امنیت دارند و مقدور من هست فا این تصاویا فی غلبت سلامه اگر هر دو راه از جهت امنیت مساوی باشند هیچ روش شان یکی بر دیگری نداشته باشند کان مخیرن در این صورت این مکلف مخیر هست خاص از راه اول برود یا اگر خاص از راه دوم به حج برود اما و این اختو سحد ما تعینه اگر یک از راه امنیت دارد فقط راه دریا یا خشکی یا فقط راه هوایی امنیت دارد و این اختو سحد بی سلامه بسلامه تعینه از همون راه باید برویم راه دوم را ترک بکنیم اما ولو تصاب یا خان العتب اگر هر دو راه مساوی باشد در گمان بردن به هلاکت هم راه هوایی نو هست هم زمینی نو هست و هم دریایی نو امن هستند اینجا سقط الفرز، حج عرض کنم خدمت با سعادت شما ساقط می شود و عرض کنم خدمت با سعادت شما شخص مستطع نیست چون تخلیه سرب محقق نیست وقتی تخلیه سرب نداشته باشیم حج هم واجب نخواهد بود این تمام بحث راجع به فروعات راه های حج یکی دیگر از بحث هایی که در ارتباط با حج مطرح می شود این است که ممکن است خدای نکرده کسی در اسنای حج فوت بکند که امروز هم این مسئله محل ابتلاس چون بسیاره از پیرمردان و پیر زنان به حج مشرف می شود. در گذشته با توجه به کسرت بیماری و طولانی بودن سفر این مسئله بیشتر محل ابتلا بود بحث این است که اگر کسی رفت قبل از پوشیدن لباس احرام بعد از پوشیدن لباس احرام در اسنای عمل حج در شهر مکه فوت کرد آیا این حجش مجزی هست یا نه با توجه به اینکه واجب الحج بود و عمل حج را کامل نکرد باید ورس حج را از او توسط نائب قضا بکند خب مسئله مسئله مهم و محل ابتلای است در پاسخ به این سوال مصنف میفرماید و من مات بعد الاحرام اگر کسی بعد از پوشیدن لباس احرام و داخل شدن حرم چون لباس احرام را معمولا از یک از مواقع بر تن میکنند وقتی از میقات حرکت بکند تا برسد به محدوده حرم که با علامت های مشخصی در اطراف شهر مکه معین شده است و گو این که شهر مکه نسبت به بعضی مقادها بسیار نزدیک شده است و کم کم وصل می شود چون شهر بزرگ می شود اگر کسی بمیرد بعد از احرام و بعد از داخل شدن حرم می فرماید برعت زمتهو زمه اش بری می شود یعنی حجش مجزی است بر لازم نیست که در سال آینده یا در سال جاری کسی را برای او به عنوان حجت الاسلام نائب بکند تا در جای او حج را انجام بدهند دلیل این مسئله در باب 26 حدیث دو و حدیث یک هست و روایات هم اطلاق دارند یعنی بعد از دخول حرم در هر لحظه ای که شخص بمیرد ولو تا هنوز هیچ عمل را انجام نداده است یا ارز کنم مشعر را درک کرد مثلا یا کلا اعمال عمره تمتع را تمام کرد و در حال عمل حج فوت کردن یا برعکس ارز کنم حجش حج قران افراد بود اول ارز کنم عمل حج را انجام داد در تمام این موارد اگر شخص فوت بکند عملش مجزی خواهد بود بنابراین بعد از پوشیدن لباس احرام و دخول حرم اگر فوت بکند کسی یا بمیرد کسی حجش مجزی است و نیاز نیست که ورسه از او قضا بکند معنایش این است که اگر قبل از حرم فوت بکند یا قبل از پوشیدن لباس احرام فوت بکند این حجش کل عدم هست زحمت کشیده است ولی اثر خارجی ندارد در نتیجه از طرف او باید قضا بکند در مقابل این نظر که نظر مرحوم مصنف بود و روایت هم پشتوانه اش هست و قیلت مرحوم شیخ دوسی در کتاب خلاف و برخی دیگر از آقایون فقها فرمودند که یجتزع و بالاحرام اکتفا می شود به پوشیدن احرام همین که لباس احرام را بپوشد هر وارد حرم نشده باشد اگر فوت بکند حجش مجزی است پس این نظر بیشتر به نفع مکلفان هست چون ممکن است همین که طرف لباس احرام را بپوشد قبل از اینکه به محدوده حرم برسد فوت بکند بر اساس نظر شیخ توسی در خلاف این حج مجزی است و نیازمند ازمند قضا نیست که مرحوم محقق می فرماید والاول و اظهر نظر اول اظهر و قوی تر هست که باید بعد از دخول حرم باشد اگر قبل از دخول حرم کسی فوت بکند هرچند لباس احرام با پوشیده باشد مجزی نیست خب این دو تا نظری بود که اینجا محضر شما عرض شد در ادامه ایشون میفرماید و این کان قبل زالک اما اگر مردن کسی قبل از حرم باشد و قبل از پوشیدن لباس احرام مثلا باشد و این کان الفوت قبل زالک قضیت انهو در این صورت باید حج را از او قضا بکنیم به خاطر اخبار زیادی که در مسئله هست یکی از اعمالی که قضا دارد حجت الاسلام واجب هست منتها انکانت کانت اگر حجت الاسلام مستقر در زمه باشد مستقر در زمه انشالله بحث استقرار حج در ادامه توضیحش خواهد آمد بر اساس نظر مرحوم مصنف اگر کسی مستطع باشد یعنی تمام اجزای استطاعت در او محقق باشد همین شرایط پنجگانه ای که تا هنوز گفتیم بلوغ و عقل و ارز کنم زاد و راهله و تخلیه مسیر یا ارز کنم امکان مسیر و امثال اینها را داشته باشد ولی احمال ورزید حرکت نکرد به سمت حج همین کافی هست در استقرار حج و اگر کسی فوت بکند معنایش این است که حج در اش مستقر شده است و باید از او قضا بکنیم لذا فرماید و این کان قبل زالک اگر قبل از دخول حرم و قبل از احرام بمیرد قضا می شود حج از اون ارز کنم میت اگر حجت الاسلام در اش مستقر باشد ارز کردم اخبار زیاد هم در این قضا داریم و سقطت اما قضا ساقط می شود لم تکن کذالک اگر نباشد حجت الاسلام مستقر در زمه میت خب در این صورت در صورت عدم استقرار چرا قضا ندارد به خاطر عدم دلیل اصل براعت زمه هست ما وقت تکلیف را بر کسی بار کنیم باید دلیل داشته باشیم عدم تکلیف که دلیل نمیخواهد اصالت البراعه و مقتضای قاعده عدم وجوب قضا هست بنابراین بحث مهم این هست که باید ثابت بکنیم که هش در زمهش مستقر بوده است اگر کسی همین سال اول استطاعتش بوده است همین امسال مستطع شد گذرنامه را گرفت بلیت ویزا همه چیز را تهیه کرد آمد لباس احرام را عرض کنم خدمت با سعادت شما نپوشیده بود فوت کرد یا لباس احرام را پوشید قبل از دخول حرم فوت کردن بر اساس فتوای مصنف در این جاها قضا بر شخص نیست چون عرض کنم حج مستقر در زمه اش نشده است فرض بر این است که طرف انجام داد این فوت این مردن ناگاهانی خودش کشف میکند که در واقع شخص مستطع نبوده است اما اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما در سال قبل شخص مستطع بود همه امکانات و لوازمی عرض کنم یا شرایط پنجگانه استطاعت را داشت عمدن به حج نرفت و عرض کنم نشست در خانه در سال دوم که مثال باشد حرکت کرد به سمت حج آمد قبل از دخول حرم فوت کردن اینجا چون حج از سال قبل در اش مستقر بود بر اساس فتوای مصنف و دیگران لذا عرض کنم که این حج را باید از او قضا بکنیم چون قبل از دخول حرم بوده است اگر بعد از دخول حرم فوت بکند در هر صورت قضای بر ذمه ورثه نخواهد بود لذا می فرماید که قضیت انه ان کانت مستقرتا و سقطت این لم تکن کذالک که وجه سقوط درس کردیم همون اصل براءت هست خب مسئله مهم دیگر همین بحث استقرار حج هست سوال این است که در چی صورت حج در زیمه مستقر می شود این مقدار صحبت از استقرار حج کردیم و در درس قبلی هم بحث قضا و و بعض فروعات دیگر را منوطی به استقرار حج کردیم سوال این است که ملاک استقرار چی هست؟ عرض کردم که از نظر مصنف رضوان الله علیه همین که شرایط وجوب حج فراهم باشد یعنی شخص مستطع باشد و در رفتن به حج اهمال بورزد یعنی کوتاهی بکند ولو یک لحظه همین کافی است در استقرار وجوب حج بر ذمه شخص نظر دیگر این هست که اضافه بر اینکه شخص باید واجد شرایط حج رفتن باشد و مستطع باشد باید بعد از این اهمال زمان اعمال حج هم بگذرد یعنی اون مقدار زمان بگذرد که در اون مدت میتوان اعمال حج را انجام داد یعنی روز دوازده هم سیزده هم زی حجه مثلا تا اون لحظه اگر شخص فوت بکند فوت بکند معنایش نست که حج در زمهش مستقر نیست اگر بعد از روز دوازده هم سیزده هم زی حجه فوت بکند حج در زمه شخص مستقر شده است و قضا دارد بنابراین در سال اول استطاعت اگر کسی واقعا بدون هیچ تقصیری به حج رفت و ارز کنم در اسنا فوت بکند حج در ذمه اش مستقر نیست چون هیچ گونه تقصیر از شخص صادر نشده است لذا می فرماید که و یستقر الحج و فی ذمته مستقر می شود حج در ذمه مکلف اذا استکملت شرائط اگر کامل داشته باشد شرایط حج را استطاعت را و احمله و کوتاهی بکند در حرکتی به سمت حج این کوتاهی ممکن است یک روز باشد ممکن است پنج دقیقه باشد نصف روز همین که کوتاهی صورت گرفت که خود شخص در وضعیتش آگاه است همین کافی هست که بگویم شخص حج در زمین شخص مستقر شده است و این ممکن است عرض کنم قبل از عرض کنم اعمال ایام اعمال حج باشد همین که با حجاج حرکت نکند کوتاهی بکند حج در ذمه شخص مستخر می شود و به صورت طبیعی باعث قضا خواهد شد این نظر مصنف هست که نسبتا نظر زیق و سختی است در مقابل نظر اشون نظر دومین هست که اذا استکملت شرایط اضافه بر اون اون مقدار زمانی بگذارد که بیتوانیم در اون اعمال حج را کامل بکنیم اعمال حج عرض کردم تا هم یا سیزده همی زی حجه طول میکشد و نظر دیگر قید کمال اعمال حج را ندارد اینها فرمودن باید اون مقدار زمانی بگذرد که ارکان حج را اگر بتوانیم انجام بدهیم کافی خواهد بود در هر صورت بحث استقرار حج در زمه بازم یک از مسائل مهم و خاردار هست در کل تماما متفق هستند البته هر کس بر اساس مبنای خودش که اگر حج در زمه مستقر شد اون زمان قضا دارد خود آدم اگر زنده است خودش باید قضا بکند و اگر فوت کرد بر واجب خواهد بود این تمام بحث راجع به عرض کنم خدمت با سعادت شما فوت کردن کسی و بعد از فوت ملاک وجوب قضا که همون استقرار حج باشد یک سلسله فروعات دیگر در زیل این شرط پنجم باقی مانده است که با توجه به اتمام وقت به من مقدار اكتفاء شود غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته العبد لا يرجو سوى مولى فانعم واكرم واطعم